در حالی که وزارت کشور عراق از اجرای طرح ویژه امنیتی به مناسبت سالروز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در نجف اشرف خبر داده است، آستان مطهر علوی آماده پذیرایی از بیش از 600 دسته عزاداری در سالروز شهادت پیامبر اکرم است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. دبیرخانه حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام در نجف اشرف مراسم برافراشتن پرچم عزا را در شب شهادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله برگزار کرد. این مراسم با حضور دبیر کل آستان مقدس علوی سید عیسی الخرسان، اعضای هیئت مدیره آستان، رؤسای بخش ها و خادمان آستان و همچنین با حضور گسترده جمعی از چهره های برجسته، اساتید و طلاب حوزه علمیه، شخصیت های رسمی، اجتماعی و عشایری و نیز جمعی از نخبگان دانشگاهی، اساتید دانشگاه و با حضور گسترده زائران برگزار شد. وزارت کشور عراق هم از اجرای فوری طرح امنیتی به مناسبت سالروز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در نجف اشرف خبر داد. سرتیب مقداد میری، سخنگوی کمیته عالی امنیت برای تامین امنیت زائران گفت نیروهای امنیتی نسبت به اجرای طرح امنیتی به مناسبت سالروز شهادت پیامبر اکرم در استان نجف اشرف اقدام کردند و استانداری نجف با نیروهایی از وزارت کشور، ارتش عراق و هشت شعبی برای حمایت از امور امنیتی و خدماتی در سالروز شهادت پیامبر اکرم با یکدیگر هماهنگ هستند. عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق هم به عنوان رئیس کمیته عالی امنیتی تأمین امنیت مراسم میلیونی اربعین از مقر فرماندهی پلیس استان نجف بازدید کرد و در جریان برنامه‌های رفت و آمد زائران حرم امیرالمومنین علیه السلام به مناسبت گرامی داشت سالروز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار گرفت. بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، الشمری توصیه ها و دستورالعمل های لازم را برای برگزاری موفقیت آمیز بودن این مراسم و یک پارچه سازی تمامی تلاش ها برای ارائه بهترین خدمات به زائران و همکاری با موکبداران و هیئت ها صادر و برپیگیری دقیق و جزء به جزء طرح امنیتی برای گرامی داشت این مناسبت بزرگ تاکید کرد. در همین راستا واحد هیئت موکب‌های حسینی وابسته به اداره امور حفظ نظم در آستان مقدس علوی با دستور تولیت آستان همزمان با سالروز شهادت پیامبر اکرم برنامه‌های ویژه‌ای را برای این مناسبت در نظر گرفته و دسته‌های عزاداری و مجالس سوگواری در داخل و خارج صحن برگزار می‌شود. گفتنی است که امروز نجف اشرف در روز 28 صفر برابر با دوشنبه 12 شهریور پذیرای میلیون ها زائر از داخل و خارج عراق به مناسبت شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. به همین مناسبت ارتباط مستقیمی با حاج ریاض میخلف‌زاده در نجف اشرف برقرار کردیم تا گزارش میدانی ایشان را از حال و هوای امروز صحن و سرای امیرالمومنین در نجف اشرف در سالروز شهادت پیامبر اکرم ببینیم و بشنویم. آقای حاج ریاض میخلف‌زاده، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم خدمت شما برادر عزیزم جناب محمدی و به کلیه بینندگان عزیز اخبار شیعه از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. اما حال و هوای نجف اشرف، جای همگی شما خالی، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر آقا امیرالمؤمنین، اطراف خود حرم و داخل خود حرم مملو از جمعیت زائر بوده از صبح تا به الان. عزاداران، مواکب خدمی، همه اینها به کار بودند
و عرض تسلیت داشتن خدمت آقا امیرالمؤمنین ساروز شهادت آقا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو. و عرض بکنم مردمان از جای جای این کره خاکی به ویژه از کشورهای مجاور و عزیزانی که به عنوان زائرین اربعین وارد کشور عراق شده بودند هنوز در شهر نجف اشرف هستند، در مشایه شرکت کردن است از کربلا به طرف نجف اشرف و آمدن به نجف و همچنین مواکب در بین راه در خیابان‌های منتهی به حرم هنوز هم مشغول خدمتگزاری هستند. گرچه از صبح تا به الان حالا تعداد زائرین و عزاداران آقا پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو که در سالروز شهادتشون به زیارت آقا امیرالمؤمنین اومدن هنوز کامل اعلام نشده، ولی فکر نمی کنم این زیارت میلیونی نسبت به سال گذشته که ما دیدیم خیلی بیشتر و بیشتر تعداد زائر و مواکب بودن، که عرض کردم همچنان در حال خدمت کردن به زائرین آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله بودند و افرادی که وارد حرم ها می شدن. میخوام از این که وارد حرم شدم هم عرض بکنم که فقط ندای لبیک یا علی از زبان اینها خارج می شد و این که امروز رو ما به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض تسلیت داریم، فقدان و شهادت پدر بزرگوارشون رو، همچنین به آقا امیرالمؤمنین و ائمه اطهار. یک بار دیگه آرزو میکنم انشاءالله همه عزیزان رزق و روزیشون باشه و زائر آقا امیرالمؤمنین، زائر پیامبر اکرم باشن در یک همچین روزهایی. ما هم تا زمانی که نجف اشرف هستیم انشاءالله دعاگو و نایب و زیاره شما عزیزان و کلیه بینندگان محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام خواهیم بود انشاءالله. ممنونم اگر از شما. سؤال دیگری ندارید من از خدمت شما مرخص بشم. ممنونم از شما حاجی عاصم خلف‌زاده نجف اشرف.